عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گل. جمعه 14 مهر ماه 1402 برابر با 6 اکتبر 2023. ویدئویی که براتون انتخاب کردم از اتاقی بود که امروز برگزار شد. اتاق نقد دین بود و داشتن راجع به دین و مسائل دینی صحبت می‌کردن. بحث‌های اتاق به اونجا کشیده شد که در ایران آینده دین اصلا چه جایگاهی در زندگی ما ایرانی ها باید داشته باشه. یکی از کسانی که در این اتاق صحبت کرد شخصی است به نام لالا. ایشون البته اسم مستعارشون هست لالا و ایشون ترنس هستن. 2-3 سالی هستش، یعنی از همون اوائل کلاب هاست ایشون توی اتاق ها میان و صحبت میکنن و اینجا هم داشت صحبت میکرد که یه آقایی به اسم حبیب که قبلا هم تو اتاق های این لالاینا اومده و بارها و بارها با اینا جر و بحث و بی احترامی کرده بود و دوباره اومد توی اتاق و به لالا بی احترامی کرد که ویشتاس و بقیه خیلی عصبانی شدن و خلاصه اون آقای حبیب رو انداختن پایین و بعد وریا اومد بالا و ناراحت شده بود که چرا شماها مثلا این باید حذف بکنین، در صورتی که اصلا کسی نگفته بود حذف، صحبت از حذف نبود، ولی گفتن آقا بره پایین چون این آقا نمیتونه بالا رو استیج باشه و درست صحبت بکنه. خلاصه این صحبت ها بسیار جالب هست و آموزشی هست. ببینید دوتا از دوستان ویشتاس و وریا چجوری با همدیگه صحبت میکنن و هر کدومشون نظر خودشون رو دارن راجع به این که با افراد مثل این آقای حبیب چجوری باید برخورد بکنیم، یا افرادی که اصلا راجع به جامعه LGBTQ هیچ آشنایی ندارن باید با اونها چه کار کرد. من فکر میکنم خیلی خوبه این ویدیو و میتونه آموزش های خیلی خوبی به هموطنان عزیزمون بده. دوستانی که در ایران هستین لطفاً با لایک کردن ویدیو و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک کنید. دوستانی هم که در خارج هستن در صورت تمایلشون میتونن روی گزینه تنکس کلیک بکنن و کانال رو به هر مقدار که دوست داشته باشن حمایت بکنن. سپاسگزارم از لطف و محبت های همتون. شعار همیشگی ما زنده باد ایران ایرانی با شرف و لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. خیلی مخلصم، دم همتون گرم، شب و روزتون خوش. اولا که روشن فکری و دین که اصلا نمی گنجه در یک قالب، اینا اسم خودشونو گذاشتن. میگم این تجاوز فرهنگی، این تجاوز به لغات از طرف این دوستان اتفاق افتاده. روشن فکری دینی نداریم، در دین نقطه‌ای به نام روشن فکری وجود نداره و حالا بیا یک جور دیگه تعریف کنی با پنبه داری سر میبری. هیچ گونه همکاری وجود نداره. گفتگو، بله گفتگو میکنن، خیلی متمدنانه گفتگو میکنن، اونم به خاطر اینکه نقض بشه. نه همکاری نیست جناب فرهاد. اینی هم که شما اینطوری داری میگی، من فکر میکنم شما همچنان یک دلبستگی، البته من موضع شما رو نمیدونم، یک دلبستگی به دین داری و دوست فکر میکنی اگر فردای روزگار یک حکومت لایک بیاد مثلا دین تموم میشه. خیر، اتفاقا من فکر میکنم دین اون موقع زنده تر میشه، میره در پستوی خانه ها مؤمنین. قرار نیست فقط حکومت کنه دین، قرار نیست نه حکومت کنه نه تصمیم گیری کنه. همین، این اتفاق برای دین باید بیفته، وگرنه دولت و سیاست اصلا نباید دین درش جایی داشته باشه. نباید خدایی از یک آسمانی بیاد برای آدم امروز دستور بده. این همه جنایت در دین شما اتفاق افتاده، هر روز دارن آدم میکشن. انقلاب مهسا که اتفاق افتاد، دختر مردم رو به خاطر حجاب زدن کشتن، الان مورد آخر رو که داریم، اینا با چه تفکری اتفاق افتاده؟ با تفکر سیاسی یا تفکر دینی سیاسی؟ مگر غیر از این بوده که حجاب یک دستور دینی است؟ مگر دختر مردم به خاطر حجاب کشته شد یا اعتراضات سیاسی؟ مگر معترضین سیاسی امروز ما به اصول سیاسی دارن اعتراض میکنن؟ اصلا اصول سیاسی نداره این مملکت، سیاستی نداره. وقتی سعید جلیلی ها میان در رابطه با سیاست محمد در 1400 سال پیش میرن در مذاکرات اتمی شرکت میکنن، سیاست مسخره بازیه؟ مگه سیاست داریم جوک تعریف میکنیم راجع به سیاست؟ یا فکر کردیم مثلا در رده های بالای سیاسی جهان نشستن این شعر رو ورها رو قبول میکنن؟
جایگاهی نداره. معترض به اینن همه که دین نباید در امور سیاسی دخالت کند. دین اجازه و موجب وجاهت دستورات سیاسی امروز رو ندارد. قضیه این است. شما همچنان میخواین این دین رو حفظ کنید که یک جوری وارد سیاست بشه، یک جوری یک سری اقلیت ها رو حذف کنه. همین حرفی که سپر زد، بارها و بارها گفته ال جی بی تی رو من نمیخوام. ما جای دیگه داریم راجع به ال جی بی تی کار، همونطوری که تو کاتولیک با ال جی بی تی زدیم قشنگ. چرا؟ چون پاشنه آشیل ال جی بی تی. هیچ گونه هیچ دینی نهایت من با جناب ادب تو اتاق کاوه راجع به این قضیه صحبت کردم، فتوا میدادم برای آدم هزاره سوم، ما برای دنیای امروز. پاشنه آشیل هیچ گونه نمیتوانن ال جی بی تی رو موجه کنن. من دفاعم از ال جی بی تی نیست، من دفاعم از حق انسانیت در اینجا. یک سری انسان رو به خاطری که نمیتونن قبول کنن حذف میکنن. تا نتونن اینو راست و ریس کنن به هیچ جا نمیرسن. این میشه پاشنه آشیل. به وقتش از اینجا میشه زدشون. پس این دفاعهای علکی رو از روشنفکر دینی و همکاری و اینا رو از ما لطفا نخواهید. تفکرم باید شکل بگیره که روشنفکر دینی هم خطرناکه. همین. ببخشید سپر. لالا ببخشید سپر جان. آیا حدید، جناب حدید در چت نوشتن که ترنس حق ورود به سیاست دارد، مسلمان ندارد. یکم در مورد صحبت کن. ببین اول اینکه من با جناب حبیب صحبت کردم، چون قبلا یه سری سلام کردی. علیکم و رحمت الله. جناب حبیب من دارم صحبت میکنم، بعد شما صحبتتون رو بکنید. من صحبت میکنم. شما که 24 ساعت صحبت میکنید، بفهمید. بله من 24 ساعت صحبت میکنم. الان 24 ساعت به اضافه یک کتاب کن. ببینین که ببین ما وقتی که نمیتونیم دو تا معقوله رو سلام مهتی جان وایس باگ داری؟ بذار یه لحظه لالا بگه بچه‌ها بفرمایید. وقتی ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم، یعنی قادر نیستیم و هنوز به این درک نرسیدیم که ترنس و مسلمان دو معقوله متفاوت هستن. یعنی فرد ترنس میتواند که ترنس مسلمان هم باشد. یعنی اصلا ربطی ندارد که نه کسی به صرف ترنس بودن، نه کسی به صرف مسلمان بودن وارد سیاست می شود. سیاست اصول و بیسیک خودش رو داره. گرایش جنسی تو میذاری پشت در، اعتقاد دینی تو میذاری پشت در، احساساتت هم میذاری پشت در، وارد میشی و اینجا داری حرف سیاسی میزنی. وقتی داریم راجع به حرف سیاسی میزنیم، یک محیط بسیار زیاد و گنده ای رو در نظر میگیریم، فارغ از این احساسات و این وابستگی های حزبی و مذهبی و عاطفی و اینا. در نظر میگیریم که برای جامعه امروز طبق اصولی که امروز داریم چه چیزی بهتر است، چه جوری میتونیم منافع جامعه. شما نمیتونید برای ما مسلمان ها نسخه بپیچید. شما گوش بده، شما نمیتونید نسخه بپیچید. باشه حبیب جان اجازه بده. شما مسلمان ها نداریم، ما جامعه اسلامی نه، ما جامعه ما داریم که امت اسلامی ان شاء الله تشکیل میدیم. امت اسلامی افرادی... کلماتی که شما دوست دارین استفاده کنید، کلماتی که شما دوست دارین استفاده کنید. در ترم سیاسی که ما امت اسلامی نداریم که، این مسخره بازی ها رو شما وارد سیاست کردید. شما سیاست... به عنوان یک عنصر گوش بده شما منحرف جنسی. شما دوست دارید برای لا بذار من یه ذره آرومش بکنم. نسخه بپیچید ببینید فعلاً که ما داریم تنگ تکلیف ها میکنیم. شما که یک منحرف جنسی هستی، یه ترنسی، برای ما مسلمان ها میخوای تنگ تکلیف بکنی؟ ببین من ایشون دادم در شعور رو نذارید تو بعد اینطوری بکنه. این آقا اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه انحراف چیه. صبر کنید من ایشون دادم در آدینس و ببین وقتی ما با یک طرف منحرف جنسی ما ببین لالا اجازه هست من ریمووش کنم؟ نه 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 بذار باشه لالا جان، لالا عزیز، اصلا نیازی به توضیح نداره. یعنی همه بحث، همه چیزی که این پرسید، این موجود و تو داشتی سعی میکردی توضیح بدی، اینه که یک مغز علیل توانایی مشارکت در اداره یک سرزمین را ندارد. همش همینه. این
مغز نادان کسی که به هر دلیلی خودش مغزش رو علیل میکنه. امروز وجهه رایج این موضوع دینه. پریروز یک ایدئولوژی مثلا فاشیستی بوده، اون یک موجودی است با مغز علیل که توانایی دریافت و ارتباط با جامعه و دورورش رو نداره، بنابراین در دامن یک ایدئولوژی که براش تعیین تکلیف میکنه و غیر انسانیه و جنایتکارانه است میاد حرف میزنه. این کاملا این هجویاتی که این موجود داشت اینجا بلغور میکرد جواب سوال خودش بود که چرا یک مسلمان نباید در سیاست دخالت. به این دلیل جانور، به دلیل اینکه مغز تو علیل است چون تو نمیفهمی. همین، خیلی اتفاقا سوال جواب کامل. اگه یه پیشنهادی دارم، اگه موافقی، چون توهین کرده، توهینش هم خیلی میدونم، خیلی من خودم ناجور بود، منم با علالا با هم انداختمش پایین، ولی پیشنهاد میکنم که ما این کار رو نکنیم، چون ما هم به قول معروف انگار که داریم همون کاری که این توهینی که این کرده. من توهینی بهش آره. نمیکنم، من که گفتم اتفاقا باشه، میخواد باشه میخواد نباشه، هر که هر کار دوست داره بکنه. من توهین که بهش نمیکنم، من میدونم همه ناراحتن. نه من میگم میدونم عزیزم هستی شما، میگم همه ناراحتیم، ولی من میگم انقدر دیگه اون چند دقیقه که صحبت کرد گویا بود و دیگه همه متوجه شدن، دیگه به نظر من سپر جان من اگر ایشونو بیاری بالا دیگه روی یک استیج با ایشون نمیمونم، میرم دیگه. خودت میدونی. آره ریپورت بلاک. همین نوبت ما چی شده برادر؟ الان بهت میدم، بذار ویشتاس به عزیز صحبتشو بکن. عزم همانجا یه لحظه اجازه بده ویشتاسشون بخواه. ببخشین بلاکشون نکنین، اگر نمیخواین دیگه نیارینشون بالا، بلاکشون نکنین، تعطیل امکان که بشنون، شاید نور هدایت در دلش تابید. رحمت جان من اتفاقا نظرم اینه که بیاریدش بالا، حداقل بهش بفهمونید که آقا انحراف چیه، شاید نمیدونه واقعا انحراف چیه. من نظرم اینه. من موافقم، ولی لالا به هیچ توهین شد لالا تنگ کنه. آره میتونه گوش کنه اگر توان مغزیش رو داره، اگر هنوز گیرنده هاش کار میکنه، شکل ظاهری شبیه انسانه، اگه فانکشن مغزش هم شبیه انسانه، اول گوش کنه، اول یاد بگیره، بعد اون عضو متحرک بی ارزش رو که داخل دهانش تکون بده، اول بشنوه بعد دهنش رو باز کنه اگه میتونه. دلیلی نداره اول دهنش رو باز کنه، اول هر مهملی رو بگه، بعدن بشینه تا زیاد بگیره که خب من چه غلطی کردم. این روال برعکسه. بنابراین من با دن موافقم، دلیلی وجود نداره که این موجود بیاد و بخواد صحبت هم بکنه. اگه خیلی دوست داره میتونه گوش کنه، وقتی یاد گرفت دهنش رو باز کنه. من صحبتم تمام. مرسی بیشتر، مرسی ازت، واقعا متشکرم ازت. فقط اینو من بگم، اگر قرار به اینی که ایشون بفهمه انحراف چیه، الان پایین اگه باشه براش توضیح بدید میفهمه. نیازی نداره استیجمون رو بیاد بالا اینجا بخواد. اولا که ایشون نمیتونه ساکت بشینه، هرچی دهنش در میاد میگه، اصلا هم نگاه نمیکنه که حرفش چقدر سخیف و توهین‌آمیز، چقدر احمقانه است. ببخشید من اینجوری میگم، ولی واقعا حرفش احمقانه است. من عذر میخوام از عزیزان دیگه که اینو میگم، ولی به نظر من اگه قرار بشنوه هم پایین بشنوه. دن من پایین چیزی بگم، اول اینکه من از همه شما دوستان بسیار شدید تشکر میکنم به خاطر این حمایتتون و از حالا حمایتتون از من یا از جامعه LGBT. و در دومین مورد، ببینید من سالهاست کنشگر این جامعه هستم، با خیلی اتفاق هم در زندگیم افتاده از طرف همین دوستان و خیلی بحث های سختری هم شنیدم، یعنی اینکه از یه قریبی برام نیست، شاید دوست نداشته باشم در بعضی از موارد اصلا جواب این دوستان رو بدم، که یکی از این موارد جناب حبیب الان و اینقدرم دوستان آگاه مثل ویشتاس، وریا، رحمت، لز، بقیه دوستان اینقدر آگاه در این قضیه هستن که صحبت کنن، خیلی بهترم هست دوستان صحبت کنن تا من، چون اگر من الان صحبت کنم مثل دفاع از کیان شخصی،
من اصلا دوست ندارم کسی فکر کنه که من دارم از کیان خودم و از گرایش خودم دفاع میکنم، چون اصلا احتیاجی به دفاع نیست. در جور دوستان دیگر صحبت کردن شاید یاد بگیره، و بسیار شدید مخالف بلاک کردن این افراد هستم. اتفاقا اینها باید بشنون، اینا شاید بعضی دوست دار. من وارد گفتگو نمیشم با ایشون، صلاحیت گفتگو در این زمینه رو در ایشون حداقل من نمیبینم، به خاطر حالا پیشینه و مدل کاری که دارم میکنم، ولی بقیه دوستان حتما این کار رو بکنن. و من اتفاقا مشتاق‌ترم دوستان در این زمینه صحبت کنن تا من. و باز هم از همه تون تشکر میکنم، مرسی. واقعا امیدوارم که جامعه ما مثل شما بیشتر بشه. مرسی. من عذرخواهی میکنم، درود میفرستم وریای عزیز، خیلی خوش آمدید. من شبگرد عزیز خیلی وقت ماک میزنه، شبگرد عزیز رو بشتمیم بعد وریا جان شما صحبت کن. بفرمایید نوبت من چطور شد سپهر عزیز؟ الان بهت وقت میدم همین جان، ببخشید یک کم شلوغ عزیزم. چشم چشم، اجازه بده شبگرد بگه. بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، اساتید بزرگوار. لالای عزیز، دیروز پرسیدی برای چی گفتم که من از جمع مدیران حذف کنی. موردی رو دو هفته پیش تذکر دادم، جناب دن و بقیه دوستان ناراحت شدن. امروز هم از شما باز خواهش میکنم بنده رو از جمع مدیران حذف کنید. ببخشید اگر صریح و رک صحبت میکنم. اگر دوست دارید هر روز ایشون رو بیارید و توهین بشنوید، در شخصیت من نیست. بنده رو عفو کنید. دیروز وارد شد در روم، به بنده توهین کرد، به لالا توهین کرد. امروز باز میاریدش بالا، هفته گذشته آوردیدش بالا، میشینید و در شأن من نیست. پوزش میخوام، خیلی پرگویی نمیم. سپه جان عذر میخوام، سپه جان عذر میخوام. ببین شبیر جان، خیلی از اینا که میان بالا دستگلیه که من به آب میدم. حالا چرا؟ چون فضا بازه، ما هیچ وقت رایزهند نداریم. معمولا رایزهند میاد تایید میکنیم بیاد بالا. حالا من قول میدم شخصا که این اتفاق دیگه نیفته. بعد شما مگه خاطر شریفت نیست؟ شریف جان یه لحظه، یه لحظه، نه یه لحظه، یه شخصیت خودم قائلم، چون این اتفاق تکرار میشه نمیتونم تحملش کنم. اگر خیلی سخته مشکل منه، مشکل شما نیست بزرگا. شریف جان گوش کن، که برمیتابی که یک نفر بیاد به لالا بگه منحرف جنسی، که به طور جدی و این عقیدشه، برمیتابی و میگه اجازه بده من ایشونو آروم کنم، ولی دو تا شوخی مسخره که صرفا شوخیه و یه سابقه حالا مثلا 3 ساله داره و هیچ کس هیچ رابطه اون وسط نداره، برنمیتابی. فکر میکنم یه خورده شما و دن یه ذره چه اتفاقی افتاد الان بکنم. من گفتم که بذار آرومش کنم، به معنی که توهین کردن داخلش، ولی اینو برتابیدی که به لالا بگه که منحرف جنسی. خب وقتی گفت من انداختمش پایین دیگه، نخ شما ننداختی. خب لالا انداخت، شما میخواستی خب که خب ببخشید، ببخشید، میشه این میشه از دور گذر بکنیم؟ روشن جان خواهش میکنم. نه نه روشن جان نگاه کن، روشن جان خواهش میکنم. ببین خواهش میکنم رحمت، این خیلی موضوع خب روشن، چون که از صبح اول صبح این شده. خب روشن جان ببین، که اصلا هممون دور چت نوشتن آقا سختش نکنید، آقا مسئله نیست، آقا دوتا شوخی خب. بوده. روشن جان خواهش میکنم، روشن جان نگاه کن الان، یه تجدید نظر بفرمایید راجع به تفکر. باش نگاه روشنک ببین وریای عزیز، بیشتاس و عزیز استاد سلیمانی اینجا هستن، اون وقت ما که نمیتونیم وقتشون رو با مسائل مرد شوخی و حبیب و اینها تلف کنیم، بذاریم بریم رو موضوع. اون رو یه وقتی که به اصطلاح استیج اینقدر شلوغ نیست، آخر وقت مثلا با هم بررسی میکنیم، چون که این آقایون که گفتم خیلی دوستان ما وقتشون خیلی احتمالا تنگ تر از اینه که بشینن گوش کنن این چیزا که حبیب چی گفت یا مثلا کیکی شوخی کرد آخر شب و اینها. خب اینا رو بررسی میکنم بعد برطرف میکنم. بیا سپه جان اگر میشه من پیشنهاد میدم بریم روی تایتل و روی همین موضوع بس. بریا جان سوال. بیا جان بفرمایید. درود دوستان، ممنون از وقتی که من دادید. من ممکنه حرفایی بزنم که خیلی از دوستان دوست نداشته باشن، از الان بگم خودتون رو آماده کنید. من واقعا دردم گرفت در این اتاق از رفتار دوستانی که من خودم رو هم هدف و هم راه و هم مسیر میدونم با شما. یه مثالی بزنم، ببینید حدودا 20 سال پیش من در ایران
وقتی از حقوق LGBTQ دفاع میکردم، وقتی میگفتم آقا در اروپا آدم ها دارن کم کم یاد میگیرن، چرا در ایران ما یاد نمیگیریم؟ من از روشن فکران فرق نمیکنه چه دیندار چه غیر دیندار، کمونیست چپ راست، کثیف‌ترین پاسخ ها رو میگرفتم. همه شما، من میدونم با این قضیه سمپاتی دارید، اگر دوستی بگه نه ما در ایران از 50 سال پیش به حقوق LGBTQ احترام میذاشتیم دروغ میگه. من رسما دارم میگم اینجا دروغ میگن دوستان، چون تا همین 10 سال پیشش، همین حدودا 10-12 سال پیش بود که یک ویدئویی BBC گذاشت از اینکه پدر اجازه داده بوده پسرش که گی بوده بیاد و خودش رو اعلام بکنه، آنچنان کثیف کامنت میدادن ایرانی ها و دوستان ایرانی که الان نسبت به افغانستانی ها این گونه نژاد پرستانه صحبت میکنن و الان همه دوستان اینجا خیلی برای من خیلی جالبه که قضیه‌ای که ما 10 سال هم نیست داریم یادش میگیریم. در همین کلاب هاوس من 2 سال پیش وقتی از حقوق LGBTQ میگفتم، خب لالای عزیز که جز خانواده LGBTQ هیچی، ولی لالا جان انصاف به خرج بدید، چند نفر بودن که واقعا دفاع میکردن؟ که الان همه اکثریت شدیم، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، ولی واقعا یک ذره انصاف داشته باشید دوستان. مگه ما در ایران، مگه سوئیسه؟ مگه شما فکر میکنید در جامعه سوئیس زندگی میکنید؟ یک بخش بزرگی از جامعه ایران مثل آقای حبیب فکر میکنن بله ایشون جاهله. مگه شما با یک جاهل رو من میشه حذف کرد؟ این کنسل کالچر رو که دیگه کفگیرش به ته دیگ خورده، تازه ما داریم وارد میکنیم. آقا این غربیا فهمیدن کنسل کالچر بده، دیگه دارن ازش فاصله میگیرن، ما تازه داریم واردش میکنیم. و اون مثال معروف که رفتن یک قبیله ای گفتن آقا شما بشنیدیم آدم خور بودید، گفتن نه خیر ما دیگه تمام شد آدم خوری. گفتن چی شد آدم خوری؟ گفتن همین آدم آخرین آدم خوری که بین خودمون بودن رو خوردیمش، همین نیم ساعتیش خوردیمش. خب همین اگر قرار است که کنسل کالچر بده، اگر ما با یک عده طرفیم که اینها سخن دیگران رو نمیشنون، خشونت میکنن، خشونت کلامی دارن، بی ادبی دارن، مضر هست رفتارهاشون در جامعه، شما یا میتونید کنسلشون کنید، همین کاری که جمهوری اسلامی داره با ما میکنه، یا اینکه میتونید باشون گفتگو کنید، یا اینکه بهشون آموزش بدید، یا یک مدلی بگونه ما باید بفهمیم که با جامعه ای که نصف بیشترش ممکن اصلا نفهمه ما داریم چی میگیم. مگه چند درصد از جامعه ایران میفهمن که ایفیستا چی میگن و نمیدونم منتقدین دین چی میگن؟ شما با یک جامعه ای طرفی که جامعه هنوز نیاز به آموزش داره. آیا ما قرار خودمون شبیه دیگران کنسل کالچر داشته باشیم؟ خب این که نمیشه که. من نمیگم اینجا ایشون بی ادبی کرد، از رو جهلش داره بی ادبی میکنه، من میفهمم که انداختینش پایین، ولی واقعا رفتار شبیه خود این آقا با خودش کردن که ما هم که باید خودشون میشیم، من متوجه نمیشم. اگر یک آدمی جاهل است، خب یک آدم جاهل رو باید بهش آموزش بدید آقا شما نمیدانی حقوق بشر چیست، شما کلمات رو اشتباه استفاده میکنی، یا بهش یاد بدید، یا ازش بخواد که آقا اگر در استیج ما میای از این ادبیات نمیتونی استفاده، قانونی بذارید. توهین کردن و پرت کردن پایین و کنسل کردن که کار دردی رو به درمان نمیکنه. شما دوستان فکر میکنید این مدتی که من دارم وقت فکر میکنم بیشتر از خیلی از دوستان دیگه اینجا من وقت و انرژی گذاشتم برای این داستان، هیچ درآمد مالی هم ندارم، فکر میکنید برای چی دارم این کارو میکنم؟ والا منم بلد بودم، منم از 15 سال 20 سال دارم با مسلمان ها در همین اروپاش دیبیت میکنم. بدترین توهین ها به من شده، بدترین توهین ها، البته توهین ها خیلی بدترش به خانواده LGBTQ شده و میشود، این که شکی درش نیست، ولی آیا باید پوستمون رو کلفت بکنیم یا نه؟ بالاخره این کجا باید ما کجاست اون نقطه اشتراک ما کجاست که کجاست بالاخره میتونیم با هم مثل انسان به همدیگه آموزش بدیم؟ بعضی هم هستن به قول شما آموزش نمیگیرن، اومدن که توهین کنن، اومدن خراب کنن، با اونها اصلا صحبت نکنید. اگر یک کسی هدفش اینه که بیاد اتاق رو به هم بریزه که هیچی، ولی وقتی یک نفر از روی جهلش داره صحبتی میکنه که این آقا تنها نیست، نماینده یک ذهنیت تو ایران، شما فهم میکنید آقای حبیب تنهاست؟ فهم میکنید تنها کسی که اینطوری ارتجاعی فکر میکنه و اینقدر افکار عقب افتاده داره فقط ایشونه؟ خیر، ایشون نماینده یک قشریه در ایران، تلویزیون دارن. آقا شما همین تلویزیون شبکه کلمه رو نگاه، البته ایشون از جنس شبکه کلمه فکر نمیکنم باشه، ولی اینا شبیه هم نگاه بکنید ببینید چند نفر میبینن ویدیو اینا رو، اینا طرفدار دارن، ویدیو میسازن، نگاه میکنن، تلویزیون ایران براشون خوراک تولید میکنه. ما اگر بخوایم باب گفتگو رو ایجاد بکنیم که با فوش و با کنسل کردن و با توهین کردن که نمیشه که. من واقعا قلبم درد گرفت پایین این اتاق، خیلی برام سخته این رفتارا. من این وقتی رو که ما داریم میذاریم برای یا برای آموزش داریم میذاریم و برای حرکت به سمت جهان بهتر، یا نه خشممون رو میخوایم خالی کنیم. همه خشم میگیریم، بله منم خشم میگیرم، باور بفرمایید دوستان، اون مقدار
وفاداریم که بنده و خانوادم هزینه دادم، خیلی از دوستان هزینه ندادن. من از کودکیم آواره شدم در اینکه خانوادم اعدام شدن، زندانی شدن، فراری بودیم، تمام خانواده را از کمتر کسی فکر می‌کنم این صدمه ای که به خانوادهش خورده و نابود شده خانوادهش مثل من. ولی من اینقدر مثل شما تندرو نیستم. یک جایی رو باز بذارید، یک جایی میگن آقا کانت اشکال نداره وریای نازنین، خب یه لحظه بذارید بذار من تمام کنم، تفاوتمون همینه. من در این حد مدارا بذار من تموم کنم صحبتمو، بذار من صحبتمو تموم کنم، ببخشید، مرسی. مسئله اینه که یک جای کانت میگفت آقا ما جنگ برای این میکنیم که آخرش صلح کنیم. اگر ما جنگ برای این میکنیم که حذف بکنیم، من واقعا دیگه من در این جبهه با شما دوستان نیستم واقعا. اگر جنگ داریم میکنیم که نسل کشی کنیم، من نیستم. ولی اگر جنگ داریم میکنیم که یک شرایطی بگذاریم برای صلح، برای این صلح با این دیندارا، ما یک شرایطی، آیا شرایطی هست که به این دیندارا اجازه بدیم بعد از اینکه ما آقا انقلاب کردیم، براندازی کردیم، یه شرایطی هست با هم گفتگو کنیم که اینها هم مثل ما حقوق مساوی داشته باشن یا نه، یا ما از الان میخوایم حذفشون بکنیم؟ اگر اینه که هیچی، یک آقای اومد یه توهین احمق کرده که همه ما میدونیم احمقانه است و همین هم این را اعلام بکنم، در همین کلاب هاوسش دو سال پیش خیلی از دوستانی که الان مثل ما فکر میکنن اینطوری نبودن، تو حرفای توهین‌آمیز میزدن، همین کلمه همجنسواز و همجنسگرا رو فرقش رو نمیدونستن، ولی الان همه کاسه ها بسیار داغ داغ است. منم میفهمم ما که همه خشم میگیرن، ولی آخرش قرار یک جایی با هم به این نتیجه برسیم. نکته دیگر هم که قبل از این گفته شد در باب دینداران و نواندیشان، اصلا شما بگید نواندیش دینی داریم نداریم، من میفهمم که شما بگید میگن نداریم، منم میتونم بفهمم که این کلام متناقض است، بسیار خوب، ولی هدف آیا دموکراسی است و هدف رسیدن به یک جامعه عادلانه است، یا هدف انتقام کشیه و هدف دشمنی کردنه و قدرت رو ما بگیریم بگیم دموکراسی اینه که ما میخوایم؟ اگر اینه که من بگم دموکراسی یعنی که من و خودم و همفکرانم قدرت به دستم باشه و ما بگیم آدما چی بپوشن، بعد از این چادرم حق نداری بپوشید، مسئولتون هم میبندیم، این میشه دموکراسی. اگر اینه که این هیچ فرقی نداره، فقط دموکراسی دل کرواتیشه. اگر نه، دموکراسی یعنی این که ما با هم باب گفتگو باز بکنیم و اجازه بدیم تا جایی که بر سر حقوق بشر با هم توافق داریم و بر سر آزادی با هم توافق داریم کنار هم زندگی بکنیم. خب دیگه بقیه‌اش رو بذاریم کنار. یه آدمی اگر دینداره، تا جایی که در باب سیاست باش هم عقیده ایم، خود در باب سیاست باش میتونیم همکاری کنیم، به شرطی که در باب سیاست باش هم عقیده باشیم، به شرطی که روی حقوق بشر باش اختلاف نظر نداشته باشیم، روی دموکراسی باش اختلاف نظر نداشته باشیم، اونجاها اختلاف نظر داریم بله. ولی وقتی یک آدمی مثل ما بخواهد دموکراسی رو برای ایران، بخواهد حقوق بشر رو برای ایران، دیگه چه فرقی میکنه که باور دینیش با سر باور دینیش جای دیگه باش بحث میکنیم، کما اینکه میکنیم. مگه باور دینی یک آدم دیندار رو برای اینکه دموکراسی میخواد ما باید بپذیریم؟ یک آدم دیندار بگه من دموکراسی میخوام، ولی چون دینداره بگیم نه اول دینت رو بذار کنار بعد دموکراسی رو بخوای، خب این که نمیشه که. اگر ما، این سخن آخر منه دوستان، اگر ما میخواهیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و از این فاشیسم تاریخی و این استبداد تاریخی عبور بکنیم، راهش به نظر من، تنها راهی که به عقل من میرسه، آموزش به یکدیگر در کنار هم شانه به شانه ایستادن، همدیگر رو یاد دادن و یاد گرفتن و در این حال باب گفتگو رو ایجاد کردن. وگرنه حذف آقای امثال آقای حبیب از استش که کاری نداره، که همین الان همه میتونیم همشون هم حذف کنیم. آیا فایده ای داره خودمون بشینیم برای خودمون حرف بزنیم، فوش بهشون بدیم، خشممون هم بریزیم سرشون؟ آیا تفاوتی میکنه؟ از نظر من تفاوتی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، همین کار اونها هم در گروهشون با ما میکنن. من سخنم تمام، ببخشید دوستان، من ذره عصبی ام، من این رفتارای ذره اصلا قلبمو به درد میاره، ببخشید. حالا وریا جان، وریا نازنین، تو این مورد با هم ظاهرا موافق نیستیم، همچین هارش هم نیست موضوع، نه کسی میخواد کسی رو حذف کنه، نه قرار است کسی به کسی زور بگه، اصلا هم چه قرارایی نیست، ولی با این مسئله گفتگو، مقدار تعلق تو به گفتگو با من فرق میکنه. من اینقدر متعهد نیستم. کسی که میاد دینش رو در اولویت قرار میده و این مخالف حقوق بشری، متناقض با حقوق بشری، بنابراین با این آدم من همکاری نمیتونم بکنم. آموزش هم به شدت مهمه، منم باهات موافقم، کاری هم که اینجا داریم میکنیم به گمان من همینه، منتها هدف آموزش این حیوان نیست، هدف آموزش بقیه کسانی هم که هنوز به این درجه از خشکمغزی و وحشیگری نرسیدن. هدف من از آموزش اونه، نه این بابا. من با این هیچ بحثی ندارم، هیچ گفتگویی ندارم،
با سروش هیچ بحث و گفتگوی ندارم. چه گفتگوی دارم باش؟ اون که تباه کردن وقته. چه در این مورد با هم اختلاف نظر داریم، اشکالی هم نداره. من روش طوری که نمیگم تو حق نداری این کار بکنی، هیچ اشکالی هم نداره، ولی با این من مخالفم با این، چون اون تباه کردن وقته، اون میشه حرف زدن به خاطر حرف زدن. ولی روشنگری صحبت کردن از دید من مقدس است، منتها هدفش این نیست که فقط من چون حرف میزنم پس دارم روشنگری میکنم. نه، اینجوری نیست. با کسی که این ایده ها در ذهنش فیکسه، زیادن، خب زیادن، چیکار کنم، تعدادشون که اهمیت نداره، کمن، خب کم، اصلا تعداده که مهم نیست، که استایل سب این ایده مهمه. اون کسی که مغزش رو بسته نسبت به این موضوع، اولویتش چیز دیگری است که با حقوق بشر در تناقض است، روشم پافشاری میکنه، و من بحثی باش ندارم. برای چی من باید بیارمش بشینم باش حرف بزنم؟ نمیزنم. ممکنه یکی بیاد حرف بزنه، امیدوار باشه از این هم به نتیجه برسه، خیلی هم کار خوبی میکنه، خیلی هم کار سختی میکنه، دمش هم گرم. تو هم این کارو مثلا میکنی، دمت هم گرم، خیلی هم کار سختی میکنی. من نمیتونم اون کار سخت رو بکنم، پس من هدف آموزشم رو میذارم رو کسانی که هنوز به این درجه از جمود مغزی نرسیدن. تارگت من اصلا این بابا نیست که من بخوام با این گفتگو بکنم. تفاوتمون تو اینه به نظر من، وگرنه نه کسی قرار زور بگه به کسی، نه کسی قرار نمیدونم کشتار جمعی از باورمندان را بندازه. اینا که اتفاقا مزخرفاتیه که خود اینا میگه. کی هست شما که میدونم تو این حرفا رو نمیزنی؟ من که نمیگم. نه نه، هیچ کسی اینجا نمیگه. وری آی قربون، قربون شکر. نه من دارم میگم این نه، درسته که در استیج ما گفته نه، معلومه که اگه گفته بشه که دیگه هیچی دیگه. من دارم اول این نکته ای من بگم، دوستان به من میگن که آقا چرا با اسکپتیک گفتگو نمی کنی؟ من واقعا دیگه نمیدونم چه جوری اینا رو بعد صدها بار با هم با خود ویشتاس ما در مورد فرق مهمل و فرق دروغ صحبت کردیم دیگه. دوستان اگر این رو هنوز نمیدونن و از این صحبت ها میکنن، من واقعا نمیدونم چی باید بگم. ببینید دوستان، اگر من با حبیب و اگر در این مورد اگه اجازه بدی بگم، ببین یه لحظه بذار من اینجا تموم کنم، یه لحظه من تموم کنم. من میدونم سوء تفاهمه برات این مورد. ببین حبیب همین نه اصلا مسئله حبیب نیست سپهرشون، اصلا مسئله حبیب نیست. باور کن هیچ کسی رو اینجا حذف نمی‌کنه. نه اصلا مسئله حبیب نیست. یه لحظه بذار من این توضیح بدم. ببینید اگر من میگم با اسکپتیک گفتگو نمی‌کنم، ببینید من الان این همه در باب نواندیشان دینی دوستان میگن، اگر از من بپرسن میگم خطر جریانات شبیه اسکپتیک بیشتره برای آینده ایران تا نواندیش دینی. شما از این میترسید که نواندیشان بیان یه حکومت دینه دیگه به گردن شما بندازن؟ من دارم میبینم که نگاه شبیه اسکپتیک داره حقیقت رو و تعهد به حقیقت رو و هر گونه تعهدی به سمت یک قرارداد اخلاقی بستن رو از ذهن آدم ها میبره کنار. یعنی به آدم ها یاد میده که باید فرصت طلب باشید، باید دروغگو باشید، باید شارلاتان باشید، باید رند باشید و این جهان پر از رندها و شارلاتان هاست. شما اتفاقا اگر اولویتی باشه باید اون جریان رو نقد کرد. حالا چرا من باش حرف نمیزنم؟ دقیقا برای همین دلیلی که گفتم، چون مهمل با دروغ فرق میکنه، مهمل با جهل، با سخن جاهلانه فرق میکنه. ببینید کسی که مهمل بگه هدفش اینه که یک چیزی بگه که شما رو از مسیر بازی منحرف کنه، فرق نمیکنه. دروغ ممکنه بگه، ممکنه راست به شما بگه، هیچ فرقی براش نمیکنه. مهمل یعنی سخنی که راست و دروغش مهم نیست، مهم اینه که این سخن به هدفی گفته میشه که شما رو از مسیری که درش هستید، از مسیر فکری یا روشی که توش روشمندی کسی بیاره بیرون. برای همین بولشت با لای فرق میکنه. آقای اسکپتیک بولشت میگه، مهمل میگه. این با کسی که مهمل میگه به هیچ عنوان نمیشه گفتگو کرد، چون تعهدی به حقیقت نداره. ولی کسی که دروغ میگه تعهد داره به حقیقت. از چه منظر؟ از این منظر که دروغ میگه برای اینکه براش مهمه شما چی باور کنی. برای امثال اسکپتیک مهم نیست شما چی باور کنید، فقط براش مهمه که اون بالا باشه، براش مهمه اینه که رئیس دسته راهزنا باشه. این دوتا رو خواهش میکنم بذارش فرقش رو متوجه بشید دوستان. یه فرقی داره. کسی که دروغ میگه یعنی به دلیلی داره دروغ میگه و بعد میشه باهاش صحبت کرد، بهش گفت چرا داری دروغ میگی، یا اگرم نپذیرفت دیگه باهاش گفتگو نکنیم. یا کسی که از روی جهل سخنی میگه یعنی به حقیقت چشمش بسته شده و به خاطر جهلش یا به خاطر تعصبشه، ولی ارتباطش با حقیقت قطع نیست. اگر شما بتونی از این پرده جهل رد بشی، شانسی هست برای برگردان این آدم
کردن به مسیر حقیقت. برای همین با آدم جاهل صحبت میکنن، برای همین باید پوستمون رو کلفت کنیم که بپذیریم که این جاهل این جهال هستن. آقا اینو باید پذیرفت که یک عده هستن که جاهلن و سخنانی میگن که ما ناراحت میشیم. نمیدونم، من قلبم درد میگیره وقتی میبینم به خانواده ال جی بی تی از این کلمات گفته میشه، ولی این توهین ها توهین های تاریخی است. همه باید پوستمون رو کلفت کنیم و من فکر میکنم خانواده ال جی بی تی کیو در ایران واقعا پوستشون حسابی کلفته، چون متاسفانه در حقشون جفای تاریخی شده. یعنی پس مایی که در کنارشون ایستادیم، در عینی که دستشون رو میفشاریم، باید اون کسانی رو که نمیتوانند ببینند فشار دست دادن ما رو با هم دیگه و پذیرفتن این خانواده رو از سمت ما نمیتونن ببینن، باید آگاهشون کنیم، نه اینکه به عنوان دشمن لعن و طعن و نفرینشون بکنیم، چون اونها میتونن به ما بپیوندن. این اتفاق در خارج از ایران هم همینطوری افتاده. یعنی اینطوری نبوده که یک عده بفهمن حقوق ال جی بی تی کیو رو بعد بقیه رو توهین کنن، نبوده. آموزش دادن، یاد دادن، تو مدارس یاد دادن. همین الانش باور فرمایید خانواده‌های مسلمان هستن که در من تو کار آموزش و پرورش من دارم میبینم این رو، توی مدارس کسانی هستن که میرن دم مدرسه اعتراض میکنن شما به چه حقی توی مدارس ما گفتید که جندر با سکس فرق میکنه، به چه حقی گفتید که آدم ها میتوانند انتخاب بکنن چیزشون رو، تمایل جنسیشون رو که میخواهند استریت باشن یا نمیخواهند، میرن اعتراض میکنن که مدرسه ببندن. این ذهنیت وجود داره در اروپاش، وجود داره، شما میفهمید که در ایران وجود نداره. خب هست، باید پوستمون رو کلفت بکنیم. حرف من اینه، یه کسی مثل آقای حبیب اگر جاهله، ما اینجا اومدیم که با کسانی که جاهلن حرف بزنیم یادشون بدیم، یا اینکه اومدیم نه فقط خودمون حرف بزنیم خوشمون بیاد، این که نیست. پس اولیه، اگر این آدم مثل اسکپتیکه و اومده اتاق به هم بریزه و اومده مهمل و دروغ بگه، با آدمی که مهمل میگه منم گفتگو ندارم، ولی آقای حبیب از جنس مهملگوها نیست، از جنس جهاله. یه جاهایی هم به نظرم از جنس مغالطه گران و دروغگوهاست، وقتایی که میداند ولی مغالطه میکنه، ولی هنوز ایشون فکر میکنه تو مسیر حقیقته، هنوز فکر میکنه دینش درسته، برای همین اومده دفاع کنه. این دوتا رو باید تفاوتش رو با هم متوجه بشیم. من سخنم تمام. مرسی. من فقط وریا جان چند مورد رو بگم. ببین آقای حبیب اللهی دفعه اولش نیست. ببین همیشه میاد روی استیج یه کلمه تکرار میکنه، حالا این دفعه تکرار نکرد که شما از اسرائیل پول میگیرید میاید این استیج رو برقرار. ما اصلا کار به اینا نداریم. ما یه توافقی کردیم تو گروهمون، اینه که با سه تا گروه ما گفتگو نمی کنیم. توافق همه بچه هاست. من هم مثلا با یه موردش مخالف بودم، ولی مثلا اکثریت با این سه مورد مخالف بود، موافقن. تجزیه طلب، توهین کننده و فحاش، موافق جمهوری اسلامی، یعنی جنایات جمهوری اسلامی. خب ما این توافقی که شده، الان ایشون مستقیما به لالا چون توهین کرد من انداختمش پای. حالا من کار ندارم ایشون مثلا درسته، میتونیم گفتگو کنیم، بعد حالا ایشون باید عذرخواهی بکنه بابت این حرفش. ما نمیتونیم مثلا الان بیاد یه نفر، من نمیگم چرا ایشون رو انداخت، چرا نیاریدش بیارید حتما. من اصلا سخنم این نیست که حتما اصلا این یه کیس یک مشکل من متوجهم. موردای دیگه من کاملا حق با شما ممکنه بگید ایشون اصلا قابل گفتگو نیست. شما ممکنه به من بگید آقا ایشون قابل گفتگو نیست، به دلایلی، به شواهدی به من نشون بدید که ایشون قابل گفتگو نیست. خب من با امثال ایشون صحبت کردم، هنوزم صحبت میکنم، با اینکه توهین میکنن، با اینکه بی ادب هستن. شما که منو میشناسید، من حاضرم از این حد از آبروی خودم بگذرم که توهین حتی بهم بشه، ولی تا وقتی فکر میکنم یا مغالطه کسی افشا میشه یا کسی چیزی یاد میگیره، ولی با یک کسی مثل اسکپتیک و اطرافش صحبت نمیکنم، چون گذشتن از آبروی است که هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. ولی با آقای حبیب شما یه ذره پوستمون رو کلفت میکنیم، ممکنه دو تا توهین هم بشنویم، ولی یا یک ذهنیتی مثل ذهنیت ایشون آشکار میشه یا ایشون تغییر میکنه. بعد از زمانی هم ممکنه بگید نه آقا ایشون اومده فقط اتاق به هم بریزه، من دیگه نمیدونم، شاید تجربه شما این باشه که نه ما باش گفتگو نمیکنیم. ولی بازم با امثال آقای حبیب گفتگو نکردن یک مقدار به نظرم روش باید فرق بکنه. نباید ما بهشون باور کن وریا جان، ایشون قابل گفتگو نیست، میندازیمش پایین، تا وقتی معذرت خواهی نکرده بالا نمیاد، قابل گویا اصلا دیگه بالا نمیاد، ولی ما توهین نمیکنیم. کل حرف من همین. ببین باور کنید روی این استیج انقدر ما واقعی حبیب اللهی گفتگو کردیم. ببین تایماش هست، شما میتونید به ریپلر رو گوش کنید. همین سه چهار روز پیش در مورد قرآن باشون گفتگو کردیم. فراد مایی که تو ببن یه لحظه، فقط الان صحبتی که هست به نظر من دیگه این کاسه لبریز شده.
وگرنه شما بگید ما حتما حتما با دوستان باورمند حتی ما مدارا میکنیم. بعد من شما رو که میدونم با من که میدونم من سخنان من میدونم بذارم تنده، واقعا معذرت میخوام از ویشتاس و عزیزم معذرت میخوام. من اصلا من ما اینجا با هم دوستیم و در توی یک مسیریم. من الان ویشتاس هم دوست قدیمی من، اینجا قدیمی ترین دوستی که من اینجا دارم، ولی اختلاف نظر داریم، ولی اختلاف هم نظر هم دیگه رو میفهمیم. این مسئله روشه، در مورد روش که روش گفتگوست. و در مورد ایشون هم الان شما همین الان چت رو بخونید، میگم من هیچ کس توهین نکردم. ایشون نمیدونه که منحرف خواندن یک آدمی رو این توهینه. با این رو آقا دهه 60 روانشناسان و روانکاوان حالا جامعه روانشناسی اروپا هم نمیدونست، توی DSM 1 به عنوان انحراف آوردن، پرورژن آوردن، نمیدونستن. آقا طول کشیده که تا DSM 4 رسیده که اینا به عنوان هر گونه اختلالی برش داشتن. هنوز روانشناسانی هستن، من نمیدونم اسم نیارم بهتره، روانشناسانی هستن چه در جامعه ایران چه در جامعه جهانی که هنوز بدون اینکه اعلام بکنن در خلقه خواص این رو انحراف میدانند. میگن آقا انحراف، میگن ما چیز کلاینت LGBTQ نمیگیریم. خب شما حساب بکنید وقتی ما هنوز روانشناسانی داریم که از نسل گذشتن و همچین ذهنیتی دارن، شما فکر میکنید جامعه ما میپذیره؟ جرئت نمیکنن بگن، خیلی هاشون جرئت باور بفرمایید جرئت نمیکنن بگن، اگر بگن کارشون رو از دست میدن، برای همینه که نمیان بگن. ولی این ذهنیت وجود داره. من شخصا روانشناس و اون وقت میری با همچین موجودی، با همچین کسی که رفته به مثلا دانشگاه، فضای حیاتی یک انسان رو هم هدر داده و مدرک روانشناسی گرفته و هنوز در حلقه خواصش همچین چیزی رو میگه، به نظر تو گفتگو باید بکنیم هنوز؟ خب من ببین ویشاس چیکار با این آدم نیستم. چیکارش باید کرد؟ چیکار هیچ باید؟ کار هیچ کار. مگه با همه باید یه کاری بکنیم؟ هیچ کاری نمیکنیم. مگه مجبوریم ما با هر کی میبینیم یه کاری بکنیم؟ هیچ کاری نمیکنیم. ببین وقتی یک نفر نماینده بمیره، به من چه که میخواد چه کار کنه؟ من مگه وظیفه من نوعی اینه که با هر کسی من باید یه کاری بکنم؟ مگه این که من و تو الان میدانیم که حقوق LGBTQ مثل ما حقوق برابر است، ما همه انسان هستیم، مگه ما اینو از اول میدونستیم؟ انصاف به خرج بده. وقتی ما کودک بودیم، نه نمیدونستیم، ما کودک بودیم همچین نگاهی داشتیم. من خودم وارد انگلستان که شدم نیازی به توضیح نداره. خب چه نتیجه میگیری؟ نبودیم. خب پس یاد گرفتیم دیگه. پس ما آره یه عده تحمل کردن ما رو، سخنان بد و بی‌ادبانه ما رو تحمل کردن، کامنت های زشت ما رو تحمل کردن، به ما یاد دادن، ما یاد گرفتیم. ما هم باید همین کار در حق دیگران بکنیم دیگه. نه روش اشتباه داری میگی. نه اینجوری نبوده که من وقتی بلد نبودم برم به همه توهین بکنم و اون تو مورد توهین واقع شدگان به من بگن به به آفرین بیا توهین بکن، ولی ما بهت میگیم یادت میدیم. اصلا اینجوری نبوده وریا. من شنیدم، رفتم خوندم، فکر کردم، یاد گرفتم، مطالعه کردم، ساکت شدم، خفه خون گرفتم، فکر کردم، فهمیدم. الانم ما همینو از اینا میخوان، از این بابا. من فقط میخوام خفه خون بگیره، فکر کنه، نه اینکه همین الان که شما داری صحبت میکنی همین الان تو چت داره میگه طبق دین من اینا منحرفن. بله، گردنش هم کلوف داره میکنه. با این چه حرفی من با این دارم بزنم؟ من باید حتما با این یه کاری بکنم. من هیچ کاری با این نمیکنم. میشه ما سیاستمون اینجوری بذاریم که آقا هر کس که از یک حدی از تعصب اون برتره ما باش حرفی نداریم. این یه سیاسته. یه سیاست دیگه اینه که آقا ما در این جهان طرف هستیم با ذهنیت‌های مختلف و افراد مثل آقای حبیب از یک ذهنیت نمایندگی یک ذهنیت میکنن. یعنی آقای حبیب یه نفر نیست، عده‌ای مثل ایشون فکر میکنن. مایی که میخوایم این ذهنیت در جهان تغییر کنه، من فکر میکنم اگر هدف ما روشنگری است که فکر میکنم هست، چون هدفمون که چیزی غیر از روشنگری نیست. ما میگیم باقا با روشنگری جهان جای بهتری میشود. فکر میکنم این استدلال اولیه ماست. پس ما میایم باورها رو نقد میکنیم، پس میایم دین رو نقد میکنیم، پس میایم از دموکراسی حرف میزنیم، چون اینا در مسیر روشنگری است. حالا در این مسیر روشنگری یک عده هستن که نیستن، نمیدانن، جاهلن، به قول تو جاهلن، از یک حدی زیادی هم جهلشون بیشتره. یا ما اینا رو میگیم اون قسمتی هستن که اصلا قابل ترمیم نیستن، میگیم آقا اینها به گونه این باورها سیستم فکریشون رو فاسد کرده که نمیتونن جور دیگه ای فکر کنن، اصلا گفتگو تمام.
یا اینکه نه ما میگیم آقا اینها با این ذهنیتی که با این ذهنیتی که دارن با این مدلی که فکر میکنن یا خودشون تغییر میکنن یا حداقل وقتی ما بتونیم نشون بدیم که آقا ذهنیت شما غلط فاسد عقب افتاده است روی ذهنیت اون کسانی که نمایندگی میکنین آدم ذهنیت اونا رو اونها تاثیر میذاریم چون این آقا که تنها نیست عده‌ای هستن مثل ایشون فکر میکنن اصلا در مبانی که با هم اختلافی نداریم قربونت برم الان در نتیجه گیری با هم اختلاف داریم از دید من این شق اوله این موجودیه که مغزش اینجوری بسته شده توانایی یاد گرفتن هم نداره چون به دلیل تعصب دینی امکان یادگیری و ورود مفهوم تازه به مغزش این اجازه رو به خودش نمیده پس من دیگه کاری با این آدم ندارم ببین تو خودت گفتی نوشته دینم تو وقت میذاری تو الان خودت گفتی خودت الان گفتی گفته آقا دینم به من گفته درسته یعنی چی پس ما داریم چی کار میکنیم توی این مدت داریم با آدم آقا مایک اگر... باز نکنید ما داریم میگیم اگر دینتون به شما چیزی گفته داریم دو سال سه ساله داریم تو کلاب هست همین حرف میزنیم که آقا دین شما میتواند به شما سخنانی بگه که شما رو بی اخلاق بکنه خب اینم آقا این ما داریم میبینیم مثال واضحش جلومون که طرف میگه دینم به من گفته پس کسی که از خانواده ال جی بی تی کیو پلیده و حالا کلمه منحرف رو قبول تازه اتفاقا ایشون فهم کنه لطف کرده یعنی الان جای ایشون باشی ازش بپرسی میگه من که بی ادبی نکردم من اتفاقا توهین نکردم چیزمو گفتم باور درست دینیمو گفتم تازه فکر کرده ایشون مؤدبم بوده خب من فکر میکنم راهی که برای ما باقی میمونه یا اینکه بگیم کلن هر کس از یک سری خط قرمزا عبور کرد دیگه گفتگو تمام یا اینکه من فکر میکنم آقا میگیم ما تا وقتی که یک آدمی جهلش رو میبینیم و میبینیم که در جهل گیر کرده و احساس میکنیم میشود این گفتگو رو تغییر یا باید تغییر کنه پوستمون رو کلف بکنیم یه ذره هر دو آره. من هر دوشو عمل میکنم قربونتون من پوستم و کلوف میکنم با هر کسی گفتگو هم میکنم ولی اگه یکی از تعدادی خط قرمز ها هم عبور کرد دیگه گفتگو نمیکنم یا این یا اون نیست من هر دوتاشو هر دوی توصیه های تو و روش درستی رو که داری میگی من هر دوشو با هم به کار میبرم این از هر با هر دو این کارا رو کردیم هم گفتگو کردن بچه ها باش خیلی بیشتر از اون که میباید هم پس اگر این آدم اینجوریه شاید اصلا نباید باید برعکس میگی وریا جان کسی از این که بیشتر بهش توهین بشه پوستش کلوفتر نمیشه اتفاقا ویرات میشه مثل اینکه که مثلا به سیاها اجهاف شده حالا دیگه الان عادت کردن پوستشون کلوف شده ضمن اینکه ما لالا رو اینجا داریم اجازه بدین ایشون یه نظری بده ببینه تا چه حد خوبه تا چه حد کافیه بگم این وریا و بیشتر ببینید این بحثایی که شما دارین میکنید خارج از جامعه LGBT در 5 سال اخیر جامعه LGBT در رأس هرم کنشگرهای اصلی تصمیم گیرنده فعالینی که دارن قراردادهای اجتماعی رو در جامعه متمدن به ثمر میرسونن با صحبتهایی که با سیاستمداران جامعه روانشناسان جامعه شناسان و و و حوزه‌های نظری و علمی از 5 سال پیش در جامعه LGBT تصمیم بر این گرفته شده ما هیچ گونه صحبتی با منادیان دین با تفکر دینی و استدلال هایی که میارن نداریم محلی از اعراب برای ما نظرات جامعه دینی ندارد نه جامعه دینی و نه حوزه اخلاق چون جامعه LGBT یعنی LGBT بودن فارغ از حوزه اخلاق است پس در این حوزه هم اجازه صحبت نمیده حالا خارج از جامعه LGBT دوستان علای یا دوستانی که در حوزه های دیگر دارن کار میکنن آزاد هستن که از گزاره LGBT به نفع گفتمان خودشون استفاده کنن قید میکنن به نفع گفتمان ولی ما این اجازه رو حتی به این دوستان هم نمیدیم که گفتمان LGBT رو عوض کنن و به جای ما حرفی بزنن که ما نگفتیم صحبت با جناب من حذف نمیکنم ولی جنگ منو گفتی که من فقط گفتم برم پایین که من صحبتمو ادامه بدم بعدم دوباره بیام من حذف نمیکنم هیچ گفتمان رو ولی حوزه دین رو اجازه ورود نمیدیم فقط نکته آخر رو بهت بگم که چقدر ما اجازه ورود نمیدیم در آخرین اپیزود سکس ادویکیشن که الان در نتفلیکس هم دوستان میتونن ببینن اعتراض شدید جامعه LGBT اینجاست که چرا دو فرد گی مذهبی رو میایید در هیبت دین و کلیسا معرفی میکنی در جایی که ما سالها خوردیم و این دوتا در مناخ هستن هیچ اشکالی ندارد یک فرد LGBT مذهبی باشد
فرد LGBT. ولی مذهب اجازه ورود به گفتمان LGBT رو ندارد، چون تجربه و سابقه تاریخی ما با مذهب چیز جالبی نیست. این هم از ما نمیتوانید بخواید. ما همچنان داریم جون میدیم برای عزیز، چه در ایران چه در اروپا، خودتونم میدونید. حتی در آخرین سخنرانی نخست وزیر همین انگلستان یه حرف خیلی شوک زدن که ما باید به مردم بفهمونیم فقط دو جنسیت مرد و زن وجود دارد و آدم ها حق انتخاب جنسیت ندارن، که حالا اعتراض هایی هم به این گفتمان شده. در این حد ما اجازه نمیدیم بریا جان، این با جامعه خطرناک است. ما امنیت آنچنان نداریم. شما به نیویورک و لس آنجلس و لندن و ملبورن و نمیدونم مادرید و بارسلون فقط نگاه نکن، اونم تازه در مناطق الیتش. شما از میلان، مرکز پایتخت مد جهان، بزرگترین لابی LGBT در ایتالیا، و با هزینه شما از میلان 5 کیلومتر خارج شو و برو به سمت سستو روندو، سستو سان جوان، اینا رو اسمید. شما انگار وارد عربی سعودی تا شدی. عربی اونجا هم فرق داره، اونجا هم در خطرن، اونجا هم داره تجاوز میشه از همین افکار. به همین خاطر یک مقدار حساسیت ما نسبت به این جوامع زیاده و دوست نداریم با اینها صحبت کنیم، چون میدونیم چه اتفاق میفته. این میفته گردن شما دوستانی که خارج از جامعه LGBT هستید. ما در هر حوزه‌ای بتوانیم به شما کمک کنیم کمک میکنیم، ولی اجازه نمیدیم کسی برای ما تصمیم گیری کنه یا مواضع و تارگت های جامعه LGBT رو عوض کنه. یکی از بزرگترین تارگت های جامعه LGBT حذف کامل دین از این گفتمان است. ببخشید من یه زیاد صحبت کردم. من یه چند تا نکته بگم خیلی سریع. من میگم لاله جان، ببینید، من اصلا مگه قرار بر این است که ما برای خانواده LGBTQ تصمیم بگیریم؟ اولا خانواده LGBTQ که مجموعه تمام کسانی که جزو این خانواده هستن و رفتن رأی دادن یه دولت تشکیل دادن که نیست، اکتیویستا هستن. خب در همین UKش من چند تاشون رو میشناسم. یکیش پیتر تچل، احتمالاً نمیدونم بشناسید یا نه، که شخصیتی است از دهه 1960 داره فعالیت میکنه. مشخصا پیتر تچل اتفاقا بر دیالوگ گفته تاکید داره که ما باید با دیالوگ کنیم. اصلا داره حرفش اینه. یکی از شخصیت‌های بزرگ توی اینترنشنال LGBTQ رایتس حتما میشناسید. یکی دیگه‌اش روث هانت. اینا که من به ذهنم میاد، روث هانت که در حقیقت بزرگترین چیز اورگانایزیشن LGBTQ رایتس رو داره توی UK، اسم اورگانایزیشنش یادم نمیاد. روث هانت که مشخصا اصلا اینا دارن میگن آقا ما توی مدارس باید اجازه بدیم اصلا حرفشون اینه که میگن ما بریم توی مدارس اجازه بدیم گفتگو بشود در باب مسئله LGBTQ. یعنی اینطوری نیست که حالا این دو نفریه که من اسمشون، یعنی اسمشون الان تو ذهنم هست. خب بیشتر از اینان، از همه اینا بهتر همون پپه چی بود فامیلیش که در تلویزیون اوگاندا اومد، پپه سامثینگ یادم نمیاد، همه دیدن حتما اون داستان رو، اون مصاحبه بودن سال 2013 اومد بیرون، 12-13 اینا بود در تلویزیون اوگاندا، که ایشون اومد یک ترانس وومن بود، ببخشید آره ترانس وومن بود که ترانسجندر بود، اومد اونجا و گفتش که آقا بهشون توهین کردن از اول تا آخر جلسه بهشون توهین کردن. اکتیویست خیلی مهمیه، تو اوگاندا شناخته شده است. گفتن آقا اصلا شروع جمله با این بود که Why are you gay؟ این گفت آقا من گی نیستم. اصلا کی گفت من ترانسجندر هستم؟ فرقشو میفهمی؟ بعد اون فرق ترانسجندر و گی و لزبیان و اینا نمیدانست، اینها رو نمیدانست. و این ایشون سعی کرد، این خانم سعی کرد توی اون جلسه به اینها توضیح بده. آقا بعد بهش گفت، مرد بود، گفت آقا من مرد هستم، بدنم زنه، شما نمیتونین متوجه بشین، من واقعا گی نیستم و الان مردم و اتفاقا هتروسکسوال هستم و دلم میخواد که پارتنرم زن باشه. و ایشون اینو نمیفهمید، داشت توی برنامه 10 دقیقه اول برنامه توضیح داد که اصلا اینا معنیش چیه. و بعد یه کشیش بی ادبی اومد تو برنامه، یه سری سبزیجات آورده بود با خودش، موز و خیار و نمیدونم اینها، که میگفت اینها ابزاری است که شما استفاده میکنید. اون آقا اول ترک کرد رفت، ایشون ترک کرد، بعد برگشت دید آقا اگر برگرده و گفتگو کنه بهتره با یک کشیش دیندار بی خرد. من پیشنهاد میکنم دوستان گوگل کنن اینو ببینن، همین بزنید Why are you gay، میاد یه برنامه 2 ساعت است با یه آدمی که با خیار و گوجه اومده توی تلویزیون توی استودیو، شما ببینید تو چی کار باید کرد. یا باید فوش داد و رفت،
یا اینکه نشست و گفتگو کرد و جهدش رو نمایش داد و این خانم این آقا این کارو کرد، پپ سامثینگ اسمش یادم نمیاد، همین کارو کرد و این رفتاری که از نظر من مفیده. وگرنه اینکه ما خانواده ال جی بی تی کیو اجازه نمیدهیم کسی برای ما تصمیم بگیره، معلومه هیچ کس برای کسی حق تصمیم گیری نداره. ما میگیم حقوق بشر است و انسان برای خودش تصمیم میگیره و ما میگیم دموکراسی فارغ از جنسیت و فارغ از دین و فارغ همین چیزا، کسی که نخواسته تصمیم بگیره. ما داریم در مورد آموزش اون بخشی از جامعه که نمیدانند صحبت میکنیم. من دیگه سخنم تمام. نه ولی جان من بگم فقط اینکه ما تصمیم گیری، منظور تصمیم گیری نیست کسی برای ما باید و نباید در گفتگو با هیچ تفکری رو نمیتواند مشخص کند که ما با کی گفتگو کنیم یا نکنیم. اتفاقا من در حرفام گفتم در 5 سال اخیر در رأس هرم کنشگران تصمیم گرفتن، همین حرفی هم که شما زدی و مصاحبه رو بنده هم دیدم، تصمیم گرفتن با تفکر مذهبی گفتگو نکنن، با بقیه باید گفتگو بشن، مسئله ما گفتگوی باید به بحث گذاشته بشه، ولی با تفکر مذهبی، جایی که مذهب میاد نقض میکنه و دلایل همیشگی خودش رو میاره، تصمیم گرفته شده گفتگویی نشه، استدلال مذهبی نشه و به سمت جوامعی بریم که مذهب دخالت در امور سیاسی و شخصی افراد رو نمی کنه، در اونجا گفتگو بشه و در اونجا مسئله باز بشه. منظور من این بود، نه اینکه کسی بیاد برای ما اولی که نه ما به تعیین تکلیف کنه، نه کسی میتواند برای ما تعیین تکلیف کنه، بحث در گفتگو بود فقط. اگر من بعد گفتم عذرخواهی میکنم. مرسی از ذات وریه. من یه کامنت کوچولو دارم سفر جان اگر بفهمم. من فقط یه نکته بگم، یکم دوستان عزیز روم از حالت عادی خارج شد، رفت روی موضوع، یه چند دقیقه روی موضوع جمع بکنیم بعد برمیگردیم. از رحمت جان بفرما. من در اون موضوع کلی‌تر می‌خواستم یه کامنتی بگم. شما فرض کنید ما یه بحث نظری داریم که ادعا اینه که آموزه‌های دینی، مثلا دین قرآن، دین اسلام، باعث میشه یک انسان حقوق بشر رو و اخلاقیات انسانی رو زیر پا بگذاره. حالا در رابطه با اقلیت‌های جنسیتی، مثلا فرض کنید دگراندیشان، LGBT، هر کسی. بعد میخوام این رو توضیح بدیم. یک شخصی مثل حبیب بهترین سند ماست. ما اصلا اگر امکان مراودات اقتصادی داشتیم باید دستمزدم بهش میدادیم، چون به وضوح به شنونده نشون میدیم که یک نفر که نشسته سالها، فکر کنم 30 سال مثلا در قرآن تفحص کرده، به این نتیجه رسیده که میبینیم. یعنی این اندازه فکر نمیکنه که رفتار یک نفر طبق علیت که خودشون میگن یا به ژنتیکش برمیگرده یا به محیط، هر دوتا هم که خداوند جل و علا درست کرد. خب این چجوری میشه کسی رو متهم کرد پس؟ یعنی در این اندازه از استدلال دستش خالیه. ولی من حرفم این از دیدگاه عملگرایانه، آیا یک شخصی مثل حبیب از این نظر مفید نیست هست که رحمت جان ببین، من فکر کنم اینجا اصلا اشکال به وجود اومده. ببین اصلا ما مگه تا حالا گفتگو نکردیم؟ مگه مشکل داریم با گفتگو؟ الان من صبح روم ماورا بودم، 3 ساعت موجود همه همجنسگرایی بود، نشستیم گفتگو کردیم باشون. صحبت سر اینه که ایشون توهین مستقیم کرده. توهین مستقیم همین بذار پس اینم بگم. ببین ما یه خط قرمزای داریم. من واضح بگم، ما ناچاریم این خط قرمزها رو برای این دوستان باورمند که مسموم هست ذهنشون، قدری آسانه تحمل اونو بالاتر ببریم. یعنی مثلا فرض و همین حرف حبیب رو اگر از کسان از طیف خود ما، از منتقدان دین بگه، من اصلا فوری خودم بلاکش میکنم. ولی ما در برابر کسی که کتاب آسمانیش پر از این مطالب هست، از کشتن محارب و مفسد یا دگراندیش، از فرض کن جزیه گرفتن، از توهین و فحاشی، خب این مسموم این طفلک، این خداش بهش فحاشی یاد داده؟ مگه زنیم نگفته؟ مگه خر و گوره خر و اینها نگفته؟ احمد با مشکل مایک باز کردنش چی کار کن؟ همین الان کامنت ایشونو ببینید، همین دوستان کامنت آخر ایشونو ببینید چی نوشته. بخوان کامنتشون، ایشون نوشته همجنسگرایی باعث فساد اخلاقی و راه تداوم نسل منقطع میکنه. ایشون استدلال های مسیحی های اوایل قرن 20 داره میاره. خب حالا چیکار باید کرد دیگه؟ این هستن هنوز این دوستان وجود دارن. حالا بریا جان ببین، من اینو قبول، من اصلا میگم موضوع
صحبت کنیم، گفتگو کنیم، ولی ببین دو تا مسئله، یکی ایشون مدام، من ببین بهشون گفتم مایکتون رو باز نکنید، بذار بهت فرصت میدم، هی مدام مایک باز میکنه، دفعه اولش نیست وریا جانا، همیشه میاد این کارو میکنه، یعنی اجازه نمیده که طرف مقابل حرفش تموم بشه. نکته دوم هم تو این مستقیمش بود، اون نکته اولش رو من به عنوان مثلا یا هر دوستان دیگه به عنوان رانر میتونیم یه کارش بکنیم که مایک باز میکنه. تو این مستقیم باید جمع تصمیم بگیری، یعنی مثلا من نمیتونم شخصی تصمیم بگیرم بگم که خیلی خوب من بیارمش بالا. ببخشید حالا من آخرین جمله‌مو بگم، این استدلال که مثلا انقطاع نسل بشر، مگه حالا اون بشری که نسلش انقطاع نشده مثلا چه تخمی تو زرده در این کهکشان گذاشته؟ مثلا من و تو حبیب چه کار مفیدی کردیم؟ چه اثر هنری علمی، چه مکتب اخلاقی پایه‌ریزی کردیم؟ حالا که اگه نمی کردیم چی می شود؟ میشه بگی این بشر چه دستاوردی داشته تا حالا که حالا نگران قطع شدنشی؟ آخه این چه استدلال؟ ببخشید تمام. عذرخواهی میکنم.